The Baha'i faith is the youngest of the world's religions. آیین بهایی جوانترین دین دنیاست. حدود 7 میلیون پیرو در بیش از 200 کشور داره. از نظر گستردگی جغرافیایی دومین دین دنیا بعد از مسیحیت. در سال 1863 بنیانگذار آیین بهایی حضرت بهاءالله اظهار امر کرد. اصول بنیادی آیین بهایی عبارت است از توحید، وحدت ادیان و وحدت نوع بشر. حضرت بهاءالله می گوید اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق. بهائیان معتقد به برابری زن و مرد، تطابق علم و دین و تعلیم و تربیت عمومی هستند. در ایران قرن 19 این عقاید به سرعت در سرتاسر اون کشور پخش شد و امروز آیین بهایی بزرگترین اقلیت دینی در ایرانه. من در خانواده بهایی بزرگ شدم. مادرم در اسکاتلند به دنیا آمده بود و زمانی که به دانشگاه می رفت بهایی شد. پدرم بهایی زاده و در ایران متولد شده بود. در اوایل دهه 1970 والدینش تصمیم گرفتند به بریتانیا مهاجرت کنند. تصمیمی که باعث شد من از تمام آزادی‌های دموکراسی بهره‌مند بشم. حق رأی، آزادی عقیده، آزادی شغل و حق تحصیل. The freedom, the right to pursue education. اگه در ایران به دنیا اومده بودم، اگه پدر بزرگ و مادر بزرگم تصمیم به موندن گرفته بودن، وضعیتم خیلی متفاوت می بود و ادامه تحصیلات برام فوق‌العاده سخت می شد. We had a good number of them who were agents of America or Israel. And they were executed? Oh, yes. It had nothing to do with Baha'ism. It just happened that we had among Muslims also people who have been executed. جماعتی به وسیله حکومتی زیر فشار قرار بگیره و سرکوب بشه، بهش تبعیض بکنن، تعصب نشون بدن برای اینکه حقوقش رو پایمال بکنن، اون جامعه به هر حال یه روز قیام میکنه. Any country that denies such a large sector of the population access to education is sacrificing a piece of its future for a short-term political expedient purpose. شما میتونید کلاس رو از آدم ها بگیرید، مدرک رو از آدم ها بگیرید، استاد رو از آدم ها بگیرید، کامپیوتر رو مصادره بکنید یا حتی آدم ها رو توی زندان بندازید، ولی عشق به یاد گرفتن و به خدمت کردن و نه از اون دانشجوها میشه گرفت، نه از کسایی که با تمام عشق و وجودشون دارن کمکشون میکنن.
The Baha'is are the only religious minority in Iran. آیین بهایی تنها اقلیت دینی در ایرانه که در قانون اساسی از اون نامی برده نشده. روحانیون اسلامی به این دلیل که آیین بهایی بعد از اسلام ظاهر شده اون رو دینی حقیقی به حساب نمیارن. و در نتیجه تقریبا از زمانی که این آیین به وجود اومده بهاییان در معرض آزار و اذیت و رعب و وحشت قرار داشتند. For pretty much as long as the faith has existed. And yet the Baha'is want to contribute. با وجود این بهائی‌ها میخوان که به کشور، هموطنان و جامعهشون خدمت کنن. از سال 1899 بهائیان که به تعلیم و تربیت عمومی معتقدن، اولین مدارس پسرانشون و کمی بعد 40 مدرسه دیگر رو تأسیس کردن. 40 others soon followed. این مدارس کلاس‌های غیر دینی برگزار می‌کرد و سطحشون چنان بالا بود که غیر بهایی‌ها هم مشتاق به ثبت نام در اون مدارس بودند. چون بهاییان معتقد به تعلیم و تربیت عمومی و برابری زن و مرد هستند، کمی بعدتر اولین مدارس دخترانه در ایران رو تأسیس کردند. قبل از 1930 زنان باهایی به توفیقی چشمگیر دست یافتند، 100% باسواد. مدارس باهایی با تربیت نسلی از زنان ایرانی باهایی به اونها کمک کرد تا پرستار و معلم بشن. در دهه‌های 60 و 70 میلادی باهایان همچنان در مدرنیزاسیون ایران سهیم بودند. اونها در مشاغل مختلفی از صدا و سیما گرفته تا علوم، پزشکی، هنر، هواشناسی و غیره خدمت می‌کردند. برج آزادی رو که مشهورترین مشخصه تهرانه یک معمار باهایی طراحی کرده بود. شاه ایران تحت فشار زیادی بود که در نهایت به انقلاب اسلامی ختم شد. نظام شاهنشاهی برای کم کردن فشارها و جلب رضایت روحانیت اجازه اذیت و آزار و سرکوب بهائیان را می‌داد. در سالهای انقلاب خشونت علیه بهائیان افزایش یافت و حدود 200 بهائی اعدام شدند. کشاورز، دانشجو، همه جور آدم. به علاوه، کسب و کار بهائی‌ها به آتش کشیده شد و حتی گورستان‌هاشون تخریب شد. خطر دستگیری ناگهانی و زندانی شدن همیشه در کمین بهائیان بود. مدیران جامعه بهائی روبوده و ناپدید شدند. مدیران جانشین هم دستگیر، زندانی و اعدام شدند. بعد از این دوره بسیار سخت در تاریخ آیین بهایی مدت زیادی طول کشید تا جامعه بهایی ایران خود را بازسازی کنه. بعد از انقلاب با استقرار کامل دولت جدید بهائیان به شهروندان درجه دو تبدیل شدند و حکومت تکلیف دینی خود میدونست تا از پیشرفت و بلندگی اونها جلوگیری کنه. بهائیان از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند. در واقع حتی از ورود به کتابخانه دانشگاه هم منع شدند. به همین دلیل در سال 1987 بهائیان شروع به مقاومت مسالمت جویانه کردند. اساتید دانشگاه، کسانی که از مؤسسات دولتی اخراج شده بودند، به تدریس جوانان بهائی در منازلشون مشغول شدند. زنان و مردان جوان بهایی در کنار هم تحصیل می کردن. سالها طول کشید تا BIHE یا مؤسسه تحصیلات عالی بهاییان شکل بگیره. شروع عصر اینترنت تأثیر زیادی بر رشد این مؤسسه گذاشت تا جایی که الان بیش از 30 کلاس در بیش از 5 دانشکده داره و مدرک این مؤسسه رو در بسیاری از دانشگاه های آمریکا، اروپا و حتی آسیا به رسمیت می شناسن.
It's still a crime. هنوز تحصیل جرمه. دانشجویان باهایی که در سر کلاس نشستن میدونن که هر لحظه ممکنه به خونه هاشون بریزن، کامپیوترها رو مصادره کنن، کتابهای درسی رو ببرن و اساتیدشون رو زندانی کنن. همین حالا چندین استاد این مؤسسه در زندان هستن. اگر معتقدی تحصیل جرم نیست، باید کاری کرد. اگر دانشجویید، میتونید در ویدیویی به دنیا توضیح بدید چرا تعلیم و تربیت باید عمومی باشه. اگر استادید، میتونید با اینترنت به دانشجوهای این مؤسسه درس بدین و به اونها کمک کنید مهارت‌هایی که برای خدمت به جامعه نیاز دارن به دست بیارن. اگر مسئول اداری هستین، میتونین از دانشگاهتون بخواین که مثل خیلی از دانشگاه‌های دیگه مدارک BIHE رو به رسمیت بشناسه و به دانشجوهای باهایی ایران فرصت تحصیل در دانشگاهتون رو بده. تحصیل نه تنها جرم نیست، بلکه همه چیزه. But it is everything. Thank you.